سلام با یک آموزش دیگه در خدمتون هستم امروز میخوایم پورت هوپینگ هیستریا دو رو داخل پنل سیو آی که تحت داکر داخل میکروتیک نصب کردیم بررسی کنیم تو آموزش قبلی اومدم بهتون یاد دادم که چطوری بیاید این پنل رو به میکروتیکتون متصل کنید برای استفاده شخصی خودتون و گفتم که چجوری آپدیت میشه و سرتیفیکیت ها رو چجوری کپی بگیرید و برگردونید سر جاش امروز هم میخوایم مبحث جذاب پورت هوپینگ رو پیگیری کنیم اصلا پورت هوپینگ ببینیم چی هستش من یه خلاصه بخوام بهتون بگم مخفف پورت هوپینگ میشه پرش پورت از ورژن یک ممیز یک پنل آی این قابلیت داخل پنل موجود بود اما داخل کلاینت ها حالا چه جی او آی فور سینگ باکس که قبلا بهتون آموزشش رو دادم که چطوری بیایید داخل میکروتیک استفاده بکنید توی این آموزش که حالا تو دیسکریپشن سعی میکنم همه اینا رو براتون بذارم که روی ویندوز بتونیم از کانفیگ های سینگ باکس به راحتی با اپلیکیشن خود سینگ باکس این کار رو انجام بدیم خب میریم مبحث خودمون رو شروع کنیم ببینید این آی پی من هست در حال حاضر میخوایم اینجا ببینیم که اتصال همون چجوری برقرار میشه خب من یه پنل نصب کردم ورژن یک ممیز سه ممیز دو سینگ باکس کانفیگم داخلش انجام دادم هیستریا دو گفتم که پورت 25500 من رو به هیستریا دو اختصاص بده همینجور اومدم دینت هاشم انجام دادم داخل فایروال به این صورت که میبینید گفتم که پورت 25500 به سمت کانتینرمون بره خب حالا میایم اینجا پورت رو انجام بدیم و ببینیم که اصلا چجوری کار میکنه خب میایید وارد پنل سی خودتون میشید تو منو به سمت چپ این باند رو انتخاب میکنید کانفیگ هیستریا دوی خودتون رو ادیت میزنید باز میشه تو قسمت کلاینت سایدش وارد میشید و اینجا میبینید که یه گزینه پورت رنج هستش ببینید به نتورکش دست نزنید بذارید همین تی سی بمونه اینم یه باگی فکر میکنم که من بعد اعلام کنم که برطرف بشه علتش اینه که شما اگه بیاید اینو روی UDP خالص بذارید اپلیکیشن جی آی فور سینگ باکس تو ویندوز براتون کار نخواهد کرد بس این رو بذارید همین بمونه خب حالا اینجا چه کار میتونیم بکنید ببینید من این رو به خودتون میسپارم برای خودتون میخواد چه کاری انجام بدید اینجا صرفا میخوایم آموزش بدیم مثلا ببینیم جوری کار میکنه ببینید اینجا داریم میبینید ما پورت 25500 رو گفتیم به هیستریو دومون اختصاص بده حالا اینجا میتونیم یک رنج تعریف کنیم میتونید 10 تا پورت بدید میتونید 100 تا پورت 10 تا چه میدونم 1000 تا پورت 10000 هر چی که دلتون میخواد به نسبت خودتون فقط حواستون باشه اگه تعداد کاربرتون زیاد هست سعی کنید رنج رو زیاد نگیرید و این تایم اینتروال هم که بر اساس ثانیه هست رو بالای سه دقیقه در نظر بگیرید که دچار مشکل نشید پنلتون نیفته پایین چون فشار به سرور هم قطعا میاره مرتب پورت ها رو عوض میکنه ببینید پورت رو چجوری وارد میکنید بذارید من اینجا رو خود بزرگ کنم ببینید ما پورت هیستریا اون 25500 یه دو نقطه ساعتی میذاریم میگیم که آقا از پورت 25500 تا 25600 به این رنج ما به تخصیص بده دیگه یعنی یک رنج 500 پورتی تقریبا اینجا براش تعریف کردیم حالا اینجا چون محیط آموزشی هستش من تایم تعویز پورتا توسط کلاینت رو روی 5 ثانیه تنظیم میکنم اما این رو در نظر بگیرید خب هر ثانیه به روی هر دقیقه که خب 60 ثانیه است پس 3 دقیقه رو اگر بخوایم حساب کنیم بالای 180 ثانیه در نظر بگیرید برای سرور خودتون ترجیحا دارم بهتون میگم چون سشن ها زیر 3 دقیقه بسته نمیشه اصلا یو دی پی مبحثش با تی سی پی فرق میکنه تو اون بسته شدن سشن ها و ممکنه سشن های زیادی براتون باز بمونه و براتون دردسر سر ایجاد کنه پس ترجیحاً بالای سه دقیقه قرار بدید اینجا رو حالا من پس آموزشی من روی 5 ثانیه تنظیم میکنم اومدیم گفتیم آقا از پورت 25500 تا 25600 رو خود کلاینت به صورت حالا رندوم عوض کنه این رو اینجا سیو میکنیم اینجا الان کاری نداریم میریم به سرور میکروتیک خودمون ببینید دینت پورت هیستریاتون رو یعنی اون کانفیگ هیستریاتون رو جدا از بقیه بذارید یک دینت فقط برای هیستریا بنویسید اینجا تو دیستینشن نت ما گفتیم پورتمون 25500 هست دیگه یه خط تیره می‌ذاریم می‌نویسیم 25600 میایم تو اکشن اینجا دیگه باید بهش بگیم که به سمت کدوم پورت بره میره به پورت 25000 500 چی شد اینجا توی جنرال توی دیستینشن پورت گفتیم آقا اگر کسی به سرور ما درخواست زد رپورت 25500 تا 25600 بفرست به سمت کانتینر به پورت 25500 این رابطه پورت عوض شدن فقط بین کلاینت و سرور هستش خب اینجا رو هم اوکی میکنیم حالا نیاز ما کانفیک خودمون رو داخل اپلیکیشن جی آی فور سینگ باکس اضافه بکنیم خب اینجا توی جیسون سابسکریشن روش میزنیم که کپی بشه اپلیکیشن جی بالا هستش کوک استارت رو میزنیم کانفیگ اینجا قرار میدیم جیسونش رو و سیو میکنیم خب الان این آپدیت شده و میتونیم ما استفاده لازمه رو بکنیم میزنیم تا استارت بشه سیستم پروکسی رو هم بزنید میبینید که الان ترافیک داره رد و بدل میشه دیگه اینجا کاملا مشخصه میبینید تو این نما و اینجا میبینید که این پشت اینجا آنلاین شد خب ما میخوایم ببینیم که چطوری این اتفاق میفته اصلا ببینیم که آقا من پس پورت رو چجوری بفهمیم که آیا به درستی داره انجام میشه یا نه ببینید میایید به آی پی فایروال سربرگ کانکشن اینجا ما یه گزینه‌ای می‌دونم من قبلا تست کردم ببینم که وضعیتش وز... اینجا ما ببینید به این صورت هست برای شما موقعی که وارد میشید دیگه اینجا یه حالت آنتن مانند یه گزینه داریم که فیلتر هست اگه روش وایسید میونه زده فیلتر این رو میزنید از این منوی دراپ داون میایید پایین گزینه ریپلی سورس آدرس اسلش پورت رو انتخاب میکنید اینجا تو این کادری که خالی هست پورت هیستریای پنل رو میزنید ببینید پورتمون چند بود 25500 بهش میگیم آقا هر به اصطلاح سشنی رپورت 25500 برای ما ایجاد شد برای ما فیلترش کن ببینید من فیلتر رو میزنم الان میبینید چند تا ما سشن داریم اینجا همینجوری مرتب برای خودش عوض میکنن چند ثانیه ثبت میکنیم میبینید که سشن ها رو عوض میکنن حتی میتونید سند و رو هم اینجا ببینید این خیلی قابلیت خوبیه برای استفاده ما چرا چون اگر که کانفیگ هیستری یا دور استفاده کرده باشید میبینید که بعد از یه مدتی این کانکشن یه مقدار افت میکنه به لحاظ کیفی و سرعتی تعویز پورت ها به صورت رندوم توسط خود کلاینت صورت میگیره توسط این کلاینت خودش عوض میکنه و با پورت های مختلف به سمت سرور میفرسته ببینید پورت کانفیک ما چی بود 25500 من اینو بزرگ کنم ببینید پورت کانفیک ما 25500 بود دیگه الان آمده از سشنی که ایجاد شده رو پورت 25547 اون ارتباط رو برقرار کرده ببینید مثلا بریم رو بعدی می‌بینید که 25584 رو بعدی بریم می‌بینید که 25500 97 مرتب رو اون تایمی که بهش گفتم رو 5 ثانیه پورتا رو عوض میکنه و اون اتصال هیستریا دوی ما بسیار صحبت خوبی خواهد داشت و سرعت عالی یعنی همون این این میمونه که همون لحظه اول که میزنید اتصال کنه و میگه یه اسپیک تست میگیری سرعت و کیفیت مشابه همون خواهد بود حالا بذارید تا اینجا که اومدیم اومدیم کلاینت رو بهتون توضیح دادم بریم برای چیز به اصطلاح برای خود به میکروتیک به میکروتیک یعنی پنل به پنل هم بهتون این توضیح رو بدم من بزنم اینجا این ماشینمون روشن بشه بیاد بالا خب اینجا روشن نمیشه من برم ببینم که این رو ورش دارم از اینجا بزنم ماشینمون روشن شه تا این رو هم چک کنیم با هم دیگه عملا ببینیم که از پنل میکروتیک خودمون یا از سروری که تو ایران داریم یا از روتری که تو ایران داریم چجوری بیایم به خارج یه ارتباط برقرار کنیم تو پنل به راحتی این امکان پذیره حالا تا این بیاد بالا بیه تو سرور خارج بهتون نشون بدم ببینید تو کلاینت که میایید روی این کیو کد میزنید اینجا یه خورده بهتون بگم ببینید برای هیدیفای میتونید از این سابسکریشن اولیه استفاده کنید چرا چون هم میزان حجم باقی مونده و میزان زمان یا اون روز استفاده شما از کانفیگ رو تو این اولیه میتونید تو هیدیفای ببینید تو اکثر کلاینت ها برای اینکه مثلا چند تا کانفیگ داری یا چندتا تا داری از جیسون سابسکریشن استفاده کنید میتونید به راحتی اگه تغییر پورت یا هر چیزی هم میدید یه بار آپدیت کنید و دیگه نیاید دستی دستکاری کنید چیزی که اضافه شده اینجا تو ویدیو قبلی هم بهتون گفتم کیار کتساب کلش هستش و این پایینی هم که برای آپ خود سینگ باکس حالا یا انرود یا آی او حالا ما میخوایم داخل میکروتیک خودمون اضافهش کنیم ببینم این اومد بالا حالا یه خود طول میکشه بعد بیم تو این قسمت لینک و این لینک رو روش بزنیم و کپی بشه خب من مجبور شدم سیستم رو یه بار ریبوت کنم مجلسی ساز درست کار نمیکرد خب میگه مجدد شروع کنیم ببینید کلاینتو که کار کردیم الان میخوایم این آموزش که بهتون دادم که چجوری بیایید از طریق وایرگارد با پنل اس ارتباط برقرار کنید و آت پاندش بیاید مثلا یه سری دو بذارید کانفیگتون رو تو سرور خارجتون باز میکنید تو قسمت لینک میایید این لینک کیو آر روش میزنید کپی میشه میایید به سرور یا روتر ایران خودتون میاد تو قسمت آوت باند اد رو میزنید تو سرور ایران هستیم الان توی قسمت اکسترا لینک اینجا لینکی که کپی کردیم کیور کد رو قرار میدیم رو میزنیم ببین همینطوری که میبینید الان ما اینجا هیچ ای برای رنج پورت نداریم اینجا تو هیستری دو آپشن میزنید این گزینه پورت رنج رو میزنید خودتون بعد دستی اینجا وارد کنید گفتیم که آقا تو 25500 تا 25600 روی 5 ثانیه برای ما اینتروال انجام بده اینو سیوش میکنیم حالا میخوام اینو چک کنیم میریم تو این اند پوینت میام یه وایرگار درست میکنیم پورتش رو هم وردارم دارم پیرش رو هم بزنم بسازه و سیوش میکنم میام به سرور میکروتی که خودم که داخل ایران هستش و توی آی پی فایروال این رول رو باز میکنم یه کپی ازش میگیرم اینجا رو که باید ببندم آخرش رو تو قسمت جنرال میخوایم ارتباط وایرگارد برقرار کنیم یو رو انتخاب میکنیم پورت رو هم قرار میدیم و اوکی میکنیم خب حالا این کیور کد رو میزنیم کپی میکنیم میایم به وایرگاردی که داریم خب خب این پورت تونل که نمیخوایم بکنیم اد تونل رو میزن این اد تونل MPT رو میزنیم کانفیگ رو اینجا پیست میکنیم سیوش میکنیم خب میگه که اسم براش نداشتی حالا یه اسم میذاریم سیو میکنیم حالا ما آمدیم دینتش هم نوشتیم گفتیم که ارتباطمون برقرار باشه کاری که برامون میمونه بریم تو رول اه اه تو قسمت رول ها یک اد رول بزنیم بیایم بگیم ما ما میخوایم این باند عرض به حضور بشود که وایرگاردی که داریم بیاد از داخل این هیستریا دویی که تو آت باند گذاشتیم رد بشه سیوش میکنیم میبینید که کلانت جی و هم بالا نیست آی پی من هم الان آی پی ایران هستش حالا میریم اینو میزنیم که اتصالمون رو برقرار کنه باید اینجا برامون زمان بندازه اگه زمان نندازه کارمون رو درست انجام ندادیم خب برگردیم یه بار ببینیم مشکل چیه داخل سرور ایران خودمون خب دینتمون رو که انجام دادیم گفتیم که آه فکر کنم آی پیش رو اشتباه زدم من آی پیش بعد بره به هفت اشتباه نکنم بله آی پی بعد بره به هفتیم همین بر میزنیم که ارتباط برقرار شد خب میبینید که اینجا تایم میندازه و داره حجمم برام میندازه حالا میگیم اینجا ببینیم که آی پی مون چی شده میبینید آی پی مون به سرور خارج تغییر کرد حالا دوباره بریم توی سرور خارج مجدد خب اینجا اینکه نمیاد بالا من آی پی سرور خارجم رو اینجا کپی کنم خب بیام یه وین باکس دیگه باز کنم اینجا قرارش بدم و بیام سرور خارج خودمون دوباره بیام کانکشن ها رو چک کنیم ببینیم که آقا روی این پورت داره انجام میشه یا نه اینو کپی کنم پاک کنم دوباره پیستش کنم و فیلتر کنمش الان که ما کارمون رو درست انجام داده باشیم اینجا باید خودش اتوماتیک مجدد پورت ها رو عوض کنه بریم به آتباند اینجا خب چک کنیم من یه بار قطعش کنم یه بار از ایران مطمئن بشیم چون اینا من تو چیز نکنم میبینید در این اینجا اتصالش هم برقراره پورت رنج ما هم 25500 تا 25600 روی 5 ثانیه درست هستش خب خب البته بند هم نداشتیم اوکیه خب به هر صورت اینجا مجدد میام سرور خارج خودمون رو چک کنیم ببینیم که این پورت رنجر رو برای ما فیلتر کنه ببینیم وضعیت چی جوریه این اومدم اینجوری بتون نشون بدم تو ایران هم روی میکروتیک خودتون میتونید این کار بکنید خیلی قابلیت خوبیه همین که اون ارتباطه خیلی استیبل پایدار میبونه همین که خب برای دوستان فیلتر هم یه مقدار یه مقدار حالا شاید از یه مقدار بیشتر مشکل خواهد شد جلوگیری از یه همچین چیزی چون خودش اصلا میتونید یه رنج بزرگی بگیرید و بگید پورت ها رو خودش بیاد تغییر بده خب ببینم چرا این انجام نمیشه خب من اینو ببندم بیام ببینم که ارتباطمون از سمت ایران روی پورت چجوری داره برقرار میشه ارتباطمون ببینید الان رپورت رو رو 275 اومده ارتباط رو ببینید آها اینجا مشخص الان دیگه ببینید پورتمون چیه 25500 دیگه پورت این باندمون داخل سرور خارج خب پورتمون 25500 الان ورودی به سرورمون چیه پورتمون 25516 و همین جوری داره خودش باز پورت ها رو عوض میکنه بیایم یه بار فیلترش بکنیم که خیالمون راحت بشه ببینیم که روی پورت 25500 فیلتر چی انجام میده برامون خب میبینید البته سشن های قبلی رو بذارید من همه رو پاک کنم که دیگه کاملا مشخص بشه ببینید الان فقط ما از طریق وایرگارد و یک میشوتیک داخل ایران با سرور خارجمون ارتباط برقرار کردیم و میبینید که همینجا حتی رد و بدل شدن هم این دارید میبینید که الان رو کدوم پورت داره کار میکنه رو 25555 خودش اتوماتیک رو این تایمی که ما اینجا بهش گفتیم میاد عوض میکنه این تایم هم سعی کنید از 3 دقیقه به بالا بذارید تا اگر که کانکشنتون زیاد بشه و سشن ها بره بالا یک یوزرتون زیاد بشه به اصطلاح دیگه قاطی نکنیم اشکالی براتون به وجود نیاره امیدوارم که ویدیوی به درد بخوری باشه براتون اینو اومدم اینجا بهتون نشون دادم که ببینید که سشن ها ببینید همینجوری میره بالا و بالای صدقه بسته میشه و به خاطر این دارم بهتون میگم اگر من این رو مثلا دارم میگم بیارم بذارم مثلا رو دو ثانیه ببینید چه سشن ایجاد میشه من اینو رو ببندمش ببینید من این رو روی دو ثانیه گذاشتم بریم سرور ایرانمونم بیایم تنظیم کنیم روی دو ثانیه ببینید چقدر سشن ایجاد میشه اصلا یه چیز عجیب و غریبی میشه خب خارجمون رو دوباره برات. بیایم برات توی کانکشن اینا رو همه رو سرکال بکنیم و پاک کنیم الان میبینیم که ببینید تعداد ها خیلی بالا میره اگر تایم پایین بگیرید دارید میبینید دیگه هنوز ما هیچ کاری نکردیم یعنی اصلا فقط یک ارتباط ساده رو برقرار کردیم نه چیزی داریم دانلود میکنیم نه چیزی داریم. مثلا یه فیلمی چیزی داریم هیچی سر دو ثانیه و میبینید که چون UDP فرق میکنه با TCP و سشن ها رو نمیتونه ببنده براتون داستان نشه اینو بالای سه دقیقه بگیرید حالا 5 دقیقه 7 دقیقه 8 دقیقه یه تایمی که خودتون دستتون میاد دیگه تو کدوم تایم عمل کرده بهتری رو دارید این هم از مبحث پورت هوپینگ هیستریا دو امیدوارم که راضی کننده باشه براتون و به دردتون بخوره تا آموزش بعدی بدرود